نام وطن و جان نثاران راه وطن، درود بر همه همیهنان عزیز و ارجمندم درون کشور و برون کشور. لازم میدونم از طریق این ویدئو سپاسگزاری کنم نسبت به همه هموطنان عزیزم که در دوره‌های مختلف و اشکال متفاوت صدای من بودند، و همچنین سپاسگزاری کنم نسبت به همه هموطنان عزیزم که در ایام مرخصی جویای حال من بودند. کماکان تحت درمان هستم، به خصوص از ناحیه زانو. پزشکان متخصص و متعددی بنا رو بر جراحی پای من گذاشتند، اما تا رسیدن به آن مرحله میبایست دوره‌های فیزیوتراپی را به طور مستمر سپری بکنم. و اما سپاس ویژه دارم از همه هموطنان عزیزم که خواستار پرداخت هزینه‌های درمانی من بودند. پرداخت هزینه در دوره‌های مختلف هست در شهرهای متفاوت به من همیشه پیشنهاد بوده و من از همه هموطنان عزیزم تشکر میکنم، بسیار بسیار قدردانم، ولی در تمام این سالها حاضر به پذیرش هیچی نبوده و کماکان نیز بر این باور هستم. لذا از همه کسانی که خواستار پرداخت هزینه های درمانی من هستن تقاضا دارم این مبالغ را برای درمان جان نثاران راه وطن که در خیزش های انقلابی اخیر آسیب دیده و چشم از دست داده اند صرف شود، که این بسیار مطلوب من می باشد. اما اشاره می کنم به یک مسئله بسیار بسیار مهم. عزیزانم، انقلاب از درون آدم ها شروع می شود، درونی که خالی است از اعتقادات صادلوحانه، جهل کودکانه و تعصب کورکورانه. درون آدم های ستم دیده، رنج کشیده و دردمند بیدار، کسانی که چیزی برای از دست دادن ندارند جز زنجیرهای اسارتشان، و درک اسارت آغاز آزادی است. درون این انسان‌ها همیشه منقلب است، زیرا هر روز این آدم‌ها مبارزه است برای آزادی، آزادی برای انجام کاری یا خلاصی از شر چیزی. عزیزانم، انقلاب از درون آغاز می‌شود. برای همین همیشه باید چیزی درون خود روشن نگه دارید، شوری، شعله‌ای، روزنه‌ای، نوری که با آن سر پا بایستید، و آن امید هست. یک پیغام برای مخالفان جدی نظام کنونی: وظیفه شما این است، عبور از عقده‌های شخصی و گروهی، خودداری از پرداختن به مسائل حاشیه به عنوان بحث سیاسی، و دوری از وسوسه انتقام جویی است. ارائه راه حل‌های واقع بینانه برای رسیدن به آزادی، و درک این نکته که هر فرد با هر مسلک و مرام سیاسی در تأمین این آزادی نقش دارد، و این یعنی بازگشت به هویت در برابر هویت جعلی که سال 57 برای ما ساخت. تقریبا شما روزی را نمی بینید در کشور که با تظاهرات، اعتصابات و نبرد فکری و قلمی نظام حاکم به چالش کشیده نشود. امروز حتی پرشورترین مدافعان سابق خمینی پذیرفتند که حکومت آرمانی آنها نتیجه جز استبداد، فساد، هرج و مرج اخلاقی و احساس ناامیدی نداشته. من میخوام اشاره بکنم به مسئله حجاب به عنوان یک نافرمانی مدنی. به عنوان یک حقوقدان از شما میپرسم، شما که مردم رو به رعایت حجاب به عنوان یک قانون ملزم میکنید، چرا سایر اصلها و قوانینی که در همون قانون اساسی نگارش شده مطالبه گری نمیکنید؟ اما از مسائلی که الان بهش میپردازم،
اصل 27 و 28 قانون اساسی اشاره داره به آزادی احزاب، جمعیت ها، انجمن ها. اصل 27 اشاره داره به آزادی تشکیلات، اجتماعات و راهپیمایی ها. چرا این گونه است؟ در صورتی که اگر دو جوان در خیابان گرد هم بیان، نه تنها متفرق میکنید بلکه دستگیر میکنید و اقدام علیه امنیت رو متوجه اونها میکنید به عنوان یک جور. مگر این اصل در قانون نگارش نشده؟ خب رعایت این اصل رو هم رعایت کنید، این اصل رو هم. و اما اصل 19 قانون اساسی اشاره داره به برخورداری اقوام از حقوق مساوی. اگر این چنین هست، چرا سیستان و بلوچستان در فقر و فلاکت به سر میبره؟ اصل 38 اشاره داره به ممنوعیت شکنجه در اخذ اقرار و اعتراف و شهادت در دادگاه. من خودم یکی از این قربانیان هستم. اصل 39 اشاره داره به ممنوعیت حق حرمت فرد بازداشت شده یا زندانی شخصا. و بسیاری از زندانیان سیاسی همیشه عنوان کردم که به غیر انسانی ترین حالت ممکن بازداشت شدن. اصل 23 قانون اساسی اشاره داره به حق برخورداری از نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک. اگر این چنین هست، اگر من به عنوان یک شهروند میبایست از مسکن، خوراک، پوشاک خوب برخوردار باشم، چرا شهروندان ایرانی از برای مسکنشون گور خوابن، اتوبوس خوابن، کارتون خوابن، یا به اصطلاح میگیم خوراک، برخورداری از خوراک خوب؟ چرا جوانان ما تا کمر در سطح زباله ارتضاق میکنن؟ اشاره میکنید به در واقع قانون اساسی اشاره داره به آزادی اندیشه و ممنوعیت تفتیش عقاید. اگر من شهروند ایرانی در عقاید خودم آزاد هستم، چرا یک مسیحی یا یک بهائی در زندان هست؟ از حقوق زندانی به عنوان اینکه حق داره از هیئت منصفه یا اینکه دادگاهش به صورت علنی برگزار بشه، حق داره از این حق برخوردار بشه. ولی چگونه است که خلاف این رو ما می‌بینیم؟